سرنوشت دردناک خانم آذر محبی تهرانی ملقب به رامش، از ازدواج سوریش با شهرام شب‌پره تا درخواستی که منوچهر نوذری ازش کرد. تا پایان این ویدیو رو با ما باشید. یه سری حقایق باور نکردنی رو از زندگی رامش میخوام بهتون بگم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خانم آذر محبی تهرانی متولد 22 آبان ماه سال 1325 در تهران هستش. اون لقب هنریش رامش هست و از موسیقیدانها و آهنگسازا و خواننده‌های مطرح دوران پیش از انقلاب بود. اون محبوبیت زیادی بین مردم در اون زمان‌ها داشت و توی دوره‌های مختلف جز دو سه تا خانم محبوبی بودش که آهنگاش خیلی شنیده میشد و صفحه ها و کاستاش خیلی پرفروش بود. خودش در مورد ورودش به هنر میگه: خیلی علاقه داشتم که بتونم پزشکی بخونم. تا دیپلمم شاگرد اول بودم و قصدم این بودش که وارد دانشگاه بشم، ولی متاسفانه مسیر زندگیم عوض شد و وارد عرصه خوانندگی شدم. بچه تمایز رامش به نسبت خواننده های هم عصر خودش ریتم متفاوت آهنگ های رامش بودش که کمی به موسیقی ترکیه و کمی هم به موسیقی غربی نزدیک بودش. رامش اولین بار به صورت رسمی در سال 43 وقتی که فقط 18 سال سن داشت با ترانه ترستو جان در برنامه یک شاخه گل رادیو گل ها کارش رو در صنعت موسیقی آغاز کرد و تجربیات خودش رو در زمینه آواز سنتی همانند هنرمندان ترکیه مثل عصمت ندیم و گاهی وقتا هم به سبک موسیقی غربی تلفیق میکرد و کارهاش رو به بازار عرضه میکرد. قطعا اجراهای دو نفره رامش با خواننده های مطرحی مثل عارف، منوچهر سخایی و ویگن شهرت اون رو دوچندان کرد. اون توی خیلی از فیلم های ایرانی که رقص و آواز داشتن به جای بازیگر خانوم آهنگ رو اجرا می کرد و همین باعث شدش که خیلی سریع مشهور بشه و به یکی از اولین ستاره های موسیقی پاپ لقب بگیره و خیلی اون رو همرده ویگن، اولین خواننده پاپ مرد ایران می دونن. رامش در سال 52 رسماً با ترانه غروب و قشنگم وارد سبک راک هم شد که شامل ضرب‌های سخت طبل و گیتار بود که در واقع ملودی آذری با ارگ به سمت سبک غربی هدایت می شد و هارمونی‌های استفاده شده در آهنگ نشونه ای از قطعات موسیقی وسترن اسپاگتی یا همون وسترن ایتالیایی بودش که توی اون زمان با فیلم‌های کابویی خیلی رو بورس بود و طرفدارای زیادی داشت. یکی دیگه از ترانه‌های رامش که فضای کاملا متفاوت رو داشت ترانه اسمر اسمر بودش که یه ترانه محلی کردی آذری بود و تلفیق شده بود از سبک‌های مختلف موسیقی. خیلی‌ها تو اون زمان این ترانه رو به اسم اسمر یارم می‌شناختن که توسط ناصر چشم‌آذر موسیقیدان مطرحمون هم آهنگسازی و تنظیم شده بود. یکی دیگه از ترانه‌های رامش که توی اون دوران خیلی پرطرفدار بود آهنگ رودخونه ها بودش که توی تایم زیادی از تلویزیون به صورت مستمر پخش می شد و بازم مردم خواستار پخش مجددش می شدن. آهنگسازی اون رو صادق نوجوکی انجام داده بود و ترانه اون هم با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی توسط محمد علی بهمنی سروده شده و یه مقدارم مضمون سیاسی و اجتماعی داشتش. توی اوایل دهه 50 رامش تو اوج شهرت بود، واسه همینم منوچهر نوذری ازش درخواست کردش که بیاد کار بازیگریش رو هم شروع بکنه. واسه همین توی اولین تجربه به دعوت منوچهر نوذری در فیلم خیالاتی حضور پیدا کرد که خیلی انگار با فضاش ارتباط برقرار نکرد و این فیلم آخرین فیلمی بودش که رامش توش حضور داشت. اما رامش بعد از انقلاب مجبور شدش که از ایران مهاجرت بکنه و مدت زیادی رو هم کم کار شده بود. اون آخرین آلبومش رو هم در سال 2002 میلادی، یعنی حدوداً سال 81، به همراه داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی و روانه بازار کرد که اسم آلبوم رومی معشوق همینجاست نام داشت و یکی از پرفروشترین آلبوم های اون سال لقب گرفت.
در مورد ازدواج رامش اطلاعات دقیق و رسمی وجود نداره، ولی خودش توی سال 2015 یه مصاحبه و گفتگویی را با مجله جوانان لس آنجلس انجام داد و در پاسخ به این پرسش که آیا تا حالا ازدواج کردی، گفتش که من بعد از انقلاب در زمانی که از ایران به بریتانیا سفر کردم و مهاجرت کردم، اونجا مجبور شدم با یه غیر ایرانی ازدواج بکنم که چند سال بعد هم مجبور به جدایی شدم. خواهر رامش هم توی یه مصاحبه اعلام کرده بودش که خواهرش تنها ازدواجش همون ازدواج با فرد غیر ایرانی بوده و از این ازدواج هم هیچ فرزندی نداره. ولی خب شهرام شب‌پره توی یه مصاحبه همین چند سال پیش گفتش که در سال 1976، یعنی اوایل انقلاب، رامش بهش زنگ میزنه و میگه که من در انگلیس وضعیت خوبی ندارم و خیلی دوست دارم که به آمریکا بیام که بتونم اونجا فعالیت موسیقیاییم رو ادامه بدم. اون زمانم من با رامش دوست بودم و براش تحقیق کردم و فهمیدم که تنها راه اینکه اون بتونه بیاد آمریکا ازدواج رسمی هستش. واسه همین قبول کردم که یه ازدواج سوری با اون انجام بدم که از طریق اون رامش رو به خاک آمریکا بیارم. این کار رو انجام دادم و رامش رو هم به آمریکا آوردم. 2 ماه بعد همین ازدواج سوری به هم خورد و از همدیگه جدا شدیم و فقط خرج عروسی و بلیط و اینجور چیزاش گردن من افتاد، وگرنه اتفاقی هم قرار نبود بیفته و نیفتادم. رامش با اینکه توی دوران قبل از انقلاب در اوج شهرت و ثروت و محبوبیت بود، در دوران بعد از انقلاب به فراموشی سپرده شد. اون در اول انقلاب خونه ای رو در شهر لندن خریداری کرد و سالها توی اونجا ساکن بودش. البته در اوایل انقلاب در سال 58 و 59 دو تا ترانه منتشر کرد به نام گفتگوی سبز و تهران که آخرون ترانه های اون در دهه 50 و 60 به حساب می اومدن. اون حدوداً 15 سال سکوت کرد و بعد از 15 سال در سال 74 یه آلبومی رو با شرکت آونگ میوزیک روونه بازار کرد که اسم آلبوم جهان سوم بود و در آمریکا منتشر شده بود. اون موقع شرایط فعالیت موسیقی صرفاً در لس آنجلس آمریکا برای خواننده‌ها فراهم بود و خواننده‌هایی مثل رامش که در انگلیس ساکن بودن و مهاجرتشون به آمریکا مشکل داشتش، نمیتونستن فعالیت موسیقیاییشون رو ادامه بدن. واسه همین رامش توی 15 سالی که در لندن بودش مجبور بودش که سکوت بکنه و آهنگی نخونه، ولی خب بعد از بازگشتش به آمریکا موفق شدش که فعالیت موسیقیاییش رو از سر بگیره. بعد از آلبوم جهان سوم، رامش در سال 1381 دوباره یه آلبوم رو با داریوش و فرامرز اصلانی منتشر کرد که این آلبوم آخرین آلبوم رامش بود. البته توی یه مصاحبه از رامش در مورد 15 سال سکوتش و فعالیت نکردنش ازش سوال کردن که پرسیدن چرا تو این همه سال از کار خوانندگی کناره گیری کرده بودی، که گفت نخوندن من ابتدا اعتراض بود به صدای قدغن زنان در ایران، صدای قدغن خوانندگان زن در سرزمینم که حتی اجازه خوندن و فریاد درون خود رو به گوش دیگران رسوندن هم نداشتن. ولی خب بعد کم کم این اعتراض من تبدیل به عادت شد و من سالها ساکت ماندم. حالا به نخوندن عادت دارم، ولی اگه روزی دوباره به ایران برگردم از ته دل برای همه مردمم میخونم، که متاسفانه این آرزوش به ثمر نرسید و چند سال پیش از دنیا رفت و ایران رو دیگه ندید. رامش حدوداً 3 سال پیش در 8 آذر 1399 به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت و در آرامستان فارس لام ممورال پارک در شهر لس آنجلس آمریکا به خاک سپرده شد. بعد از مرگ اون افراد مختلف نسبت به مرگش واکنش نشون دادن و پیام‌های تسلیتی رو ارائه دادن که رضا پهلوی که از دوستان نزدیک رامش هم بود در پیامی فقدان رامش رو به خانوادهش و دوستدارانش تسلیت گفت و از او به عنوان یکی از صداهای کم نظیر نسل خود یاد کرد. اما همونطور که اول ویدیو هم گفتم، اسم رامش آذر محبی تهرانی بودش. لقب رامش اسم مستعار خانم آذر محبی بودش و این لقب رو داوود پیرنیا تهیه کننده برنامه گلهای رادیو برای رامش انتخاب کرد.
دلیلش هم این بودش که توی اون دوره یه خانوم دیگه‌ای به اسم آذر در حال فعالیت خوانندگی بود و احتمال میدادش که رامش نتونه با اسم آذر به شهرت برسه و شاید هم تصمیمش درست بود و رامش یکی از محبوب ترین و مشهور ترین خواننده های دوره خودش بود. امیدواریم که روحش در آرامش باشه. حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. آهنگ محبوبتون رو هم از رامش برامون تو بخش کامنت ها کامنت بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.